مقایسه قدرت نظامی طالبان یا امارت اسلامی افغانستان با کشور همسایه ایران در سال 2023. در صورت جنگ بین دو کشور کدام طرف مقابل قدرت نظامی و تسلیحات نظامی بیشتری دارد؟ در ادامه بیننده کانال دری 24 باشید و این موضوع را هرگز فراموش نکنید که این ویدیو فقط یک مقایسه ساده نظامی بین دو کشور است که هر ساله توسط سایت‌های مختلف بررسی و رتبه‌بندی می‌شود. پس لطفاً از کامنت‌های توهین‌آمیز با همدیگر خودداری کنید. کشور ایران یک کشور همسایه در غرب افغانستان است و مردم دو کشور از لحاظ تاریخی و فرهنگی رابطه چندین هزار ساله با همدیگر دارد و این کشور همسایه بعد از جنگ ایران و عراق بیشترین تلاش را در زمینه تولید تسلیحات نظامی انجام داده است و در حال حاضر ایران در رتبه بندی قدرتمندترین کشورهای جهان که در سال 2023 بررسی شده است در رتبه 17 قرار دارد و افغانستان بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان از رتبه 74 به رتبه 114 رسیده است که دلیل آن هم فروپاشی دولت افغانستان و مشخص نبودن اطلاعات دقیق از تسلیحات نظامی و تعداد نیروهای طالبان است که کارشناسان نظامی تخمین می‌زند قدرت طالبان یا امارت اسلامی با تجهیزات پیشرفته نظامی که از ارتش آمریکا در اختیار این دولت قرار گرفته بیشتر از دولت اشرف غنی است و رتبه نظامی طالبان در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. و کشور ایران در حال حاضر نزدیک به 89 میلیون نفر جمعیت دارد و این کشور با بودجه 5 میلیارد و 550 میلیون دلار تعداد 1 میلیون و 15000 نفر نیروی نظامی دارد که از این تعداد 557000 نفر آنها نیروی فعال نظامی و تعداد دیگر نیروی ذخیره محسوب می شود. و در طرف مقابل امارت اسلامی یا افغانستان نزدیک به 41 میلیون نفر جمعیت دارد و این حکومت تازه تأسیس شده 300 میلیون دلار بودجه نظامی را در اختیار وزارت دفاع قرار داده است و گفته می شود در حال حاضر این حکومت با جذب نیروهای سابق افغانستان و فارغ التحصیلان جدید از مدرسه های نظامی مانند گروه حقانی نزدیک به 200 هزار نفر نیروی فعال نظامی دارد و تصمیم گرفته شده تا تعداد آنها به 300 هزار نفر برسد. و این حکومت تا هنوز نیروی ذخیره ندارد و تعداد کل تجهیزات نظامی که در اختیار امارت اسلامی افغانستان قرار گرفته شامل 240 فروند هواپیمای نظامی، 3 عدد هواپیمای جنگنده، 1200 تانک زیرهی از نوع روسی و آمریکایی، 22 هزار خودروی زیرهی مانند هاموی آمریکایی و موارد دیگر که هنوز تعداد دقیق آنها مشخص نیست و تخمین زده می شود بیشتر از این تعداد در افغانستان موجود است. افغانستان به دلیل راه نداشتن به دریا و آبهای بین المللی نیروی دریایی ندارد و در طرف مقابل تعداد کل تجهیزات نظامی که در اختیار کشور ایران قرار دارد شامل 541 هواپیمای نظامی، 196 فروند هواپیمای جنگنده، 4071 عدد تانک زیرهی، 69685 عدد خودروی زیرهی، مجموع دارایی های دریایی 101، تعداد زیر دریایی 19، ناو هواپیما بر 0،
البته در مقایسه قدرتمندترین کشورهای جهان، قدرت موشکی و هسته‌ای کشورها در نظر گرفته نمی شود و تعداد کل پرسنل نظامی و جمعیت کل کشور در رتبه بندی آنها نقش بسیار مهمی دارد. ممنون از این که تا انتهای این ویدیو با کانال دری 24 همراه بودید.